علیکم افغانستان بندر د نجیب سره خو دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. بلې وو نن د یو داسې شخصیت ورځ ده، یعنی ټیچر ډے دا، یعنی د معلم ورځ ده. او یقینا د هر ټولنې د هر هیواد لپاره دغه هغه شخصیت چې ټولنې پی جوړیږي، خلک پی جوړیږي، وطنونه پی جوړیږي، نو هغه معلم دی. سره د دې چې زموږ په هیواد کې معلمین او تا استادانو ته هغه اسانتیاوی نشته دی، هغه زای چې باید هغې ته ورکړی شوی وای یا ورکړی شي نشته. خو بیا هم زمونږ ډیر افغانان خویندې وروڼه سره د پوره ایمانداری او خلوص سره دی وطن بچو ته کار کوي، دی وطن بچو سره کار کوي، دی وطن ته کار کوي. نو نن هم د دې موضوع سره موږ یو پوسټ شیر کړی دی د بندر انسټاګرام اکاونټ او فیسبوک اکاونټ باندې. تاسو کولی شئ چې خپل استاد ته تاسو څه پیرزوینې لرئ، ستاسو څه مینه ده، باید د بندر د خپرونې د لارې له موږ سره شریکې کړئ ترسو موږ زه له تاسو سره شریکم. تاسو د ایمیل د لارې هم په دې بندر کې برخه اخیستلی شئ، بندر @ayanatelevision.com په دې باندې تاسو موږ ته خپل ایمیل رالېږلی شئ. نو تاسو چې تاسو ایمیل راځي چې ډیر راغلي هم دي دلته ما ده، نو سید دا وځ خبرونه کې شاملوم. خو اول زما د یلدا جان خواته چې هغه څورته وای چې په خینن. یلدا جان خوش آمدید. خوش آمدید خود نجیب جان، یک سلام به خودت و یک سلام به تمام بینده عزیز. آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشه. دوست عزیز من امشب شام خواستم با می با زردک به شما آماده کنم. یک دفعه میریم نخنامیشه میشه میبینیم با دزمه این سر طرز تایش صحبت میکنم. بامیه د پیاز او گازرو سره لازم ام مواد: بامیه یو چارک 50 افغانی، پیاز دو دانه 15 افغانی، گازر دو دانه 15 افغانی، رومی بانجان نیمه کیلو 15 افغانی، غوړی، مرچ او مساله د ضرورت وړ. نو 15 پته افغانی کی دا بنډی پخیږي؟ بله بله صحیح ده. خدا په 15 پته افغانی کی څنګه پخیږي؟ یلا نه څنګه پخیږي؟ بله دوستا عزیز، بامیه رو میگیرین، قمل قلق اول پوستش میشورین پاک، در یک ظرف میمانین کوش بره. بعد از دوستای سیره قمل قلق بامیه را گرد که توتا میکنین دوستای عزیز، در دیگه بر روغن مندازین، اول زردک سرخ میکنین، زردک کمک خود نرم کرد میکشین، در قبلش بامیه را مندازین سرخ میکنین، بامیتانم که سرخ شد میکشین، یک تخم پزی دیگر میگیرین، بسیار کم روغن مندازین، رومیتان را توتا میکنین، امرای پیاز تف میتین. بعد از چهار تا مرچ تازه داریم، مرچ تازه خودم توتا میکنین مندازیم دوستای عزیز، خوب تف میتیم که بامیه رومی و پیاز ما خوب هم تا نرم شوه. بعد از او بامیه را که قبلا سرخ کردیم امرای زردک دش اضافه میکنیم. مثلا یک قاشق مرچ سرخ مندازیم، یک قاشق نمک مندازیم، یک قاشق زردچوبه و یک قاشق مصالحه قورمه و برای 15 دقیقه دم میتیم. بعد از دیگه قوری میکشیم، دیزاین میکنیم، امرای نان گرم، امرای فامیل رو شجار میکنیم. آه این فرمایش آمده برای خودت. خب سلام نجیب جون، تو جون نمیشته کرد میست در برنامه تان عشقی من تو پخته کنین، خیلی خوش دارم، بجای ما هم بخورین که خیلی مزه‌دار است. انجینیر نورعلی فقیری گفته. بله در برنامه قبلی هم پخته کرده بودم ولی کوشش میکنم بازم براتون پخته کنم. اوکی سلام نجیب جان، امید به همه دوست اندر. خب اوکی گفتن که کل همکار خوب باشن، جور صحتمند باشن، اگر امکان داشته باشه یلدا جان تقاضا کنی که طرز شوله قربندی را برام یاد بده. بله چرا نمیشه، برنامه بدی پخته کرده بودیم. خب ولی بازم باز برنامه برشان درست میکنیم و طرز تهیش میگیم و خوب دقیق سعی کنن که چی رقم میشه. سعید بسیار یک برنامه زیبا و مقبول و دیدنی، موفق باشین در تمام امور زندگی نجیب جان و سلام. حشمت الله زاخیل تشکر دیر زیاد تمنان خیر سکور ودان. او بیا هم سلام علیکم نجیب جان، ادرس معاینه خانه دکتر صبور روان کنین. اوکی دا هغه زمونږ ټیم به تاسو درې لیکي دا ایمیل خو ما ډیلیټ کړ. ښه یو بل ایمیل را ولېږئ. اوکی ښه سلام، عبدالباسط صمدی هستم از ولایت هرات و سلام هم خدمت نجیب جان. تشکر مجری پور انرژی پر تاوان و شوخ برنامه بندار. تشکر عبدالباسط، ډیره زیاته مننه، خیر اوسې. د هرات د ولایت څخه تمه یاد کړو، ډیره زیاته مننه. او بل هم د جلال آباد د موږ ته ایمیل راغلی، هیله ده چې دا خپرونه کې موږ ته اداره کړي چې د ماشومانو دپاره یو خپرونه وساتئ چې ذهني ازموینه په هغې کې اوسیږي تر څو چې وایي ماشومان په دې باندې تشویق شي. وسیق خان لیکلی دي، صحیح ده انشاءالله پروژه کې تاسو کتلی، موږ داسې پوره میاشت دغه خپرونه چې ده هغه موږ درلودله.
خو په بندر کې څنګه غیته ځای ورکم په دې باندې بزو خامخا کوشش کوم. خو اوس تاسو لار شي د بندر انستګرام فیسبوک او ایمیل خو دا مونږ ته خپل مين راولې کې تاسو خپل معلومات ته څومره احترام لري هم دې سره د دمی خو ته زم دمی نه نچ راځم نن تاسو ډېر شماره ملوانه دلته کې لرم نو بندر د نجيبي سره راغلاس خبرونه بنډال نجيبې سره تاسو ته معلومه ده چې نن د معلم ورځ ده یعنی ټیچر ډے ده او د خبرونه په شروع کې زه ما یاد هم کړل چې د سره چې زمنګ په هواد کې ډېر ستونزې دي او باید معلمینو ته چې هغه سانتیاوي وای هغه نشته دی خو بیا هم زمنګ دغه معلمین چې خپل هدف پوری کوشش کوي چې تر سو دی هواد ته او د هواد بچو ته زده کړ ورکي او د خدمت وکي. نو په دې لړ کې اولنې چې ما سره د کې د تونو ساز ناستې زمونږ همکار هم دی په هنیار خوشحال آصفی شراغلاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تاسو ته زما سلامونه ونی کی هیله ومنیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ډیره زیاته مننه چې ما ته مون بلنه راک. ډیره مننه چې تاسو راغلی او غټول معلمین چې نن په دې خبرونه کې په دې بندر کې لمون سره به شرکت کوي په دې بندر کې به موږ برخي. ښه خوشاله موږ ټول ادا پیژنو چې خوشاله زی خبرونه لري د ډیر وخت نه د کلونو راځي تاسو په رادیو کې هم کار کوي بیا په تلویزیون کې هم کار کوي. نو دا د تلویزیون د شو بزنس دنیا چې دا ډیره رڼا د ډیره رنگینه ده صحیح ده او د استاد وظیفه چې دا ډیره خوشک ده ډیره سخت ده صحیح ده. نو څنګه دی وکړو چې د دې رنگینه د دې دنیا نه تزان ویسې د ټیچینګ خواته؟ ډیره زیاته مننه نجيبه جان. زمو خیدونه چې د مطبوعاتو یا د رسنیو ډګر تر شم زپ خوانځي کې اوم چې ما د استادې دند تر سره کول یعنی ولسم سم کې اوم چې ما انګریزي ژبه هغه خلاص کړل او غاز د یو کورس استاد شول او کریختیار باندې وای په ما باندې ډیر از ما د خون کې یا د استاد دند ګرانه ده او ډیر ورته خوشاله يم. وجه دا ده چې معلمي شغل نه دی، معلمي یو ذوق دی، شوق دی، مینه ده او قرباني غاړي او دا یو نو قربانی ده. تقریبا اول اسکل کې دې مسله کې ذکر کوم او ډیر ځان راحت احساسوم او فکر کوم چې ډیر لو یو ښکار کوم. ها نو اوس چې تاسو د پنتون په ست باندې درس ورکوي هغه وخت کې کورس کې نو څه بدلون ویني چې وظیفه څومره سخته څومره اسانه څومره نو دا بلابل پړاونه لري د کورس په کچه باندې تاسو باید لوړز دکړه ته زیات ارتیا نشته چې تر لاسه کړئ. کله چې راځي خاص کې انګلیسي کورس یا دغه کله چې راځي بیا د خوانځي په ساته تاسو درس ورکوي حداقل باید یا 14 سم پاس اوسه یا باید لیسانس اوسه. اما که غاړه دې پانتون په کچه باندې تاسو درس ورکې په افغانستان کې معیار ده خصوصا د لوړز دکړه نوې قانون شي تصویب شو تاسو حداقل باید ماستر اوسه او د ماستری تر کچه پورې خپل لوړز دکړه بشپړې کړئ بیا راشي درس ورکې. پانتون کې تقریبا اته کال کې پانتونو کې درس ورکړه مخکې دغه نه په بیلابلو کورسونو کې مې انګریزي ژبه درس ورکړای دی او په ټوله کې ولس کال کې خوشحال درته وای چې په خپل یو سلیبریټی مې خلک دی پیژنې هم او بیا زی ټیچینګ کوي نو دا کله کله تا ته اذیت کیږي نه په کلاس روم کې ریختیا به لک زره ستونزې شته ځکه زمونږ ټولنه یو بس کنه کله کله وای دا ستاره تلویزیون خبرونه نه ده برنامه تلویزیونی نه ستاره تر اوسه پورې دا زیات جدي دغه مسله رامنځته شوې نه ده ولی برعکس زیات هڅول کیږم زیات تشویق کیږم او د زما شهرت زما محبوبیت کله کله سبب دي دوه ګرځي چې پانتونو کې زیات مینوال ولرم او لیوالتیا مې زیات شي ځکه زما په سمفونو کې صادقانه وایم ریښتینولي به باید په نظر کې ونیسو چې زیات شاګردان او محصلین وي او ډیر په شوق ما سره درس وایي دغه وجه دا چې شاید ما شهرت وی زما محبوبیت کې تاسو
دو درې خایسته ما شومان دل ترازی ولې چې د معلمین ورځ یو ډیر خایسته ترانه لري سیدا نو زه غواړم چې اغه دل تراشی او تاسو مریم عائشه مدینه جان بیا اندیګه بچیم افرین انجا 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 خوب نام خدا نام خدا آفرین آفرین تشکر از آمدن یک دیگه ترانم دارین نی؟ اوکی تا وقت خدا حافظ اوکی اوکی بسیار تشکر دخترای مقبول نازنین دیر خسته ترانه معلمینو تا وران نکرلا سیده او دا وقت زمان دا انستاگرام خواهد دا مندار خواهد تا ولی چه معلم را سرناسی نو دا معلم سخت پکتن مطرح نکا زید سخت پکتن نداره گم نجیبه چوک نظر دوتا چه جواب وی زید سود زلی مخامخشه وایم در موضوع سر
دلته چې دینو د انستګرام باندې انستګرام کې لیکلي سلامونه را لګلې دي سیدا او ویلې دي چې ها غیدا خبره کړې ده چې همیشه د دیدا خبره کړې چې د شاګردانو د حق خبره وکړي خو د معلمینو خبره خو کوي خو د شاګردانو د غیدا حق خبره وکړي دا غیدا حق خبره بم کو خوشاله جان ډیره زیاته مننه دا دراته ډیره زیاته مننه خیر دی ودان او خو دیو چې تاسو غو نزوانان نور هم را مخ کی شي او سره د دې چې خپل وظیفه لري معلمی چې یقینا یو ډیره د عزت او د احترام او تقدس وظیفه ده مقدسه وظیفه ده او کی جزاوی یوازې د معلم اوراس د خونکو ورس د افغانستان ټول تکړه خونکو ته د زړه له کومې مبارکي وای ډیر زیاته مننه مننه د ماخلو به تر اسان کې ګوندار د نجیب سره یوار بیا شراغلاس خبرونه بندار لنجیب سره تاسو خاصه خاصه پیغامونه ماته د بندار ایمیل دلاري او د بندار فیسبوک دلاري او د انستګرام دلاري را روان دي د بزخ خبرونه کې شاملوم خدا وخل ما سره ډیره محترمه د مکتب مدیره مرزیا استاد مرزیا دلته ناسته ده او استاد منصور تاسو درته شراغلاس هم خوش آمدید ممنون زنده باشین تشکر از شما و ما هم به نوبت خود بر شما روزی معلم تبریک میگم تشکر زنده باشه استاد برای بگین که من چه وقت در یاد میگیرم یاد بسیار عالی صحبت میکنیم خب ما زبان داری واقعا شیرین است واقعا واقعا دی کدام شک نیستم اما من زیاد دوستم دارم اما آلی هم فکر میکنم زیاد لفظا را کم دارم ما اگر شما کدام وقت دارین که ما باری شاگردای نالایق باشه که زبان یاد بگیره باز مرا وقت میتین که ما بیایم چرا نه آل بهترین صحبت میکنین تشکر مهربان هستین خب استاد اول از شما مثلا مرا پشتو سوال میکنم شما را فارس جواب دا ټول ته معلوم را چې یک نړی مقدس وظیفه ده خو ډیره سخت هم ده بیا خاص کر کوشنیانو سره چې کوم د اول دویم دریم سلورم پنځم سیمف بی او بیا چې د مدیری په صفت باندې تاسو د وظیفه مخ کې وړی نو سخت ده خو هغه څه دي چې تاسو هر ورځ دې ته موچیویټ کوي چې تاسو لاړ شئ او د خپل وظیفه سرته ورسوئ کدام گپ زیاد دوست دارین به مورد وظیفه خود به نام خداوند یکتا متعال درود بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و درود بر معلم بشریت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم نخست از همه روز معلم را به همه معلمین کشور البته سر تا سر به همهشان تبریک و تهنیت عرض می دارم البته او معلمین ما که با هزینه بسیار کم بهترین و عالیترین البته وظیفه را پیش می برند و ما زمانی که در مکتب می باشم یعنی وقتی که ما یک سیستم داریم که باید اطفال فعل شوند سر زمانی که ما درس شروع می کنیم وقتی که اینا فعل می شن امو لحظه که ما با اینا می باشم و صبح بخیری می کنم اینا رو شاد می بینم اونا رو که برشان می گم صبحتان بخیر با یک آواز بلند و بسیار برجسته و من دوباره می گن که صبح شما بخیر بهترین وقت ما می باشه و اونا مو انرژی و می بخش برای شما بله صحیح استاد منصور تاسو را توایستی چه څنګه چې استاد مزید یادونه وکړل چې یقینا په ډیرو کمو اسانتیاو کې زمونږ استادان درس ورکړي ډیر مشکل ډیر کم تنخوا کې چي اغه درس ورکړي نو تاسو بخپل په افغانستان کې د یو استاد په صفت باندې خپل وظیفې ته څنګه ګورئ اولا بسم الله الرحمن الرحیم روز معلمه
به تمام معلمین جهان بخصوص به معلمین رنجیده افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. و یگانه خب مشکلات افغانستان خیلی زیاد است و خودتان هم گفتین که با وجود تمام این مشکلات چی اقتصادی باشه چی فرهنگی باشه از هر لحاظش اینا میان تدریس میکنن و زحمت میکشن. و پیشتر شما یادآور شدین که گفتین که خیلی مشکل ترین نمی هست که یک استاد از ساعت 7 یا 7 نیم تا 12 یک بجه می با چوشکایی که میباشن یکی بکو نکو نکو با نکی استاد مرزت خط کش ما گرفت پنسل ما گرفت خیلی سخت است. با خاطر گفتم که ما میبخشین موزه صاحب ما مادرم میشه برنامه رو ببینه ما وسیلی وشت کار بیخی ندارم. اگر ما در یک خانه مهمان میریم برای یک دو ساعت نیو که بغال مغال میکنه نی دیگه فشار ما بالا میره. آفرین استادا که فشارشون بالا نمیره. خب دیگه اینا میان کار میکنن واقعا که با پول ناچیز خیلی زیاد. بعضی از امیال خودم هم شاهد هستم که بعضی از استادا در مته کرای موتر برگشت و رفت آمد خدا ندارن اما امروز با ما بازی شده تدریس میکنن درس میدن. اما همیشه وقت که با ایشون میشینم گپ میزنم میگم استاد چرا قدر میگه امروز آینده ای افغانستان به دست از این است. اگر قرار باشه که ما با این تجربه ای که دارم ده خانه بشینم پس اینا رو کی برسونم. و خیلی سپاسگزار هستم از استادایی که واقعا زحمت میکشن واقعا از صدق دل کار میکنن. زنده باشن. تشکر. شما زنده باشین. شما هستین که ما یک امید خوب روشن بر وطن خود داریم و آله هم یک دختر بسیار با استعداد دیره خواسته تینا کتما هسته و یک شیر برای شما داره تحفه. سعیس میشنویم از تینا جان. خوش آمدید تینا جان عزیز. سلام به خودت نجیبه جان عزیز و سلام به تمام بینندگان عزیز. امید همشان خوب باشن و روز معلمه به همه معلمان عزیز مبارک میگم و سلام به دو تن از مهمانان و استادان عالی قدر ما. باد و باران میشوی، ماه تابان میشوی، در حضور تخته ها در کنار هر خط جمله زیبا میشوی. شعر دریای ناب، عشق یک کتاب، آغوش تو عشق مادریست، در کمین و عسقریست. راه تو راه امید، وصف تو عشق و حدیث، پرفروز و پرنشاط، میتابی در مسیر تو نیست رهی به جز کامیابی. ابر و آغاز در شب یک ماه، مهر پرداز ستارگان، دریا و بحر روان از عشق و دستان مهربانت، مهرتنین، گوهرین و اخترین، می سازی ما را تو آینده سازی، تو آخر وطن را با قلمت این گونه زیبا می سازی. معلم تو با گرفتن قلم به نام معلم قسم خورده ای که گلشنی از افغانستان یک بوستان نایاب می سازی. معلم چقدر خوب. تشکر. خواهش میکنم نجیبه جان. تشکر تینا جان. تقدیم به تمام استادان عزیزم و به شما. تشکر تینا جان عزیز. با فیسبوک کم دیر خلق مونگ تلی کلی ده معلمین ده پارا. نو ده مونگ تا جمیله نورستانی ده اغی پا فیسبوک که مونگ تا کامنت پیرگه چیم اغی ویلی دی چه خواه. معلمی کار و حرف نیز بلکه توفه آسمانی است. او وای چې دا خدای پاک مونږ ته توفه راکړې ده معلمین او دی کې هیڅ شک نشته دی. ښه بیا هم نعت الله خیری وای چې د معلمین ورځ تاسو ټول ته مبارکي ویلې ده او ویلې دي چې کوم وزارت معرف ته دی د هر مکتب استاد ته چې کوم دی یو ستاین لیک چې دی هغه ورکې نو هغه دغو کار دی صحیح ده. او بیا هم فهیم چې دی هغه هم سلامونه او مبارکي درته رالیږلې ده. ډېره زیاته مننه. روزی معلم به تمام استادان نهایت گرامی تبریک عرض می دارم. تشکر فهیم. او بیا هم شهزاده هراتی لیکلی چې روز معلم بر تمام معلمین افغانستان به خصوصی معلمین محترم هرات باستان تبریک میگم. تشکر. او دیم دا خواهش کړی چې کش کې دی ټول معلمین چې کوم د مکتب دی یو معلم ته یو ساين لیک ورکړی شي. ډیره زیاته مننه استاد محرم. تشکر ازی که شما میتونم یک کم صحبت کنم. نجمه جان محترم ما افتخار به این داریم که امروز با می چیزی که اینا گفتن ما یک محفل کوچک را البته برگزار کردیم در مکتب و به استادای ما که بوده بر از اونا همشان تقدیرنامه تقدیم کردیم. کاری کردیم. از این کار خود خوشحال هستم و
از خداوند میخوایم که به ما می قدرت بده و که بتونیم که بعد ازی هم اونا را تقدیر کنیم. گرچه که بسیار چیز کوچکی است، اما مگم اونا تشویق میشن و کار به تشویق نمیتونیم یک روز روز معلم بگوییم، نمیتونیم یک لحظه را بر لحظه معلم بگوییم. همه روز روز معلم است و در هر لحظه همو شمیم عطر خوشبوی معلم در هر جا میتوه. بیشک خودی غوخته نکره در معرف وزارت معرف نچه اغیب باید لگه سنگه چی تاسو خپل مکتب که در کار کو یکینن دیر زیاده ضروری ده. خب در اتوه استه چه در ماشمانو در پاره سیده پا مکتبونه که کم خبر تاسو فکر که چی تاسو پا مکتب کشته یا نور زکی نشته یا در خبر دیر ضروری ده چی باید در ورکوال ندی ماشمان تا ورزکرشی مکتب که کدام گپ است؟ خب ما خوشبختانه که ماهوار یا 15 در 15 یا 10 در 10 ما جلسه والدین می داشتیم و مشکلاتی که می داشته باشیم اینها میان، چون ما هر سازمانی، هر نهادی، هر مکتبی، هر جایی را انتقاد می سازه، سازنده یک جایی که می سازه خوب است انتقاد می سازه. ما امروزی اگه کدام نقاط ضعف می داشته باشیم با جلسه والدین می داشته باشیم با اینها میان در جلسه والدین با ما یادآور میشن که نقاط دارین شما، این نکات را پر بکنیم. یک موضوع. موضوع دوم که آمدین شما که وزارت معارف بر ما تقدیر نامه میداد یا با استادای کابل، یک مشکل دارن که وزارت معارف، خب سپاسگزار هستم از همه ایشان، چیزی که در دسترس دارن کار میکنن، نه که ما ملامت چون نمیکنیم. خب به امروزی مشکلات زیاد است، نه تنها از معارف، اما همه قدر برشان میگم یک پیام است که چون امروز من حیث یک نماینده معلمین آمدیم یا صحبت میکنم، کمی توجه داشته باشن به معلمین. اگر قرار است که من انتقاد نمیکنم، اگر قرار است یک نفر ای من گفتیم این بندار فیسبوک است، اینستاگرام است، خودتان برین و موج مردم نوشته کردن، تقاضی من نیست یا تقاضی خودتان نیستن. باز هم تشکر استاد منصور، تشکر استاد مجد، شما که تماسین به خاطری که باید کیکم مایده کنیم. سعید سعید تشکر، خیر ببینین دماغ لو دمین ورس راستن کیگو بندار ده نجیبی سن. بیا شرغ لاس خبرونه بندال لنه جبی سره، او بیا هم خوشاله ام چې لما سره یو ځوان استاد معلم دلته خبرونه کې موجود دی. تاسو مینه ور سره لري او اغه سهره تاسو لپاره پیژنګلو ده. یکن ډیر په احترام قیس استاد قیس شرغ لاس نجیب جان، ډیر زیاته مننه ژوند اوسې نړۍ مننه چې زه د خپل خبرونه ته دعوت کړلم. د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې سره غواړم خپل ټول استادانو ته د استاد هارون نه شروع، چې زه ډیر وړکی وم او ماته هغه د کی جی کتاب درس راکاو بگینر مورته ویلې، ډی فار ډیسک او پی فار اپل بی فار بال، هغه زینه موږ ته هغه درس راکاو. بیا مو التقوا لیسه کې درس ویلې پېښور کې، بیا راغلو د سنگی لیسې ته، بیا غلام حیدر خان، بیا کابل پوهنتون او بیا وروسته پنجاب پوهنتون هند کې. نو ټولو استادانو ته د نن ورځې مبارکي ورکوم که دو دوی دغه زحمت نه وای غیر ممکن و چې زنن په پوهنتون کې استاد شم. نو که زنن د یوې لاسته راوړنې په صفت ځان حسابوم، دا د دوی لاسته راوړنه ده او مبارکي ورته وایم. استادی هم ډیر ډیر مبارک، ډیر مننه. قجانه دا ته چې په کم عمر کې او په دې سخته وظیفه کې، سخته زه ورته ځکه وایم چې که موږ نورو هیوادونو سره تړنو معلمینو ته هغه اسانتیاوې نشته دی کوم چې په نورو هیوادونو کې یي، او دغلته یو مشکل بل هم دی چې زموږ خلک ډیر توقعات لري د معلم نه، که نه که مکتب کې کتاب نه هم معلم دی، که کوشنی سبق هم صحیح نه وایي هم معلم کوسرواره دی. یعنی معلم غریب چې دی، دا چې یوازې د هغه وظیفه درس ورکول دي که د هغه معاش هم ډیر کم دی، خو بیا د مور او د والدینو د خبرو ته او دې تانو ته او دې ته هم ځان باید ونیسي. نو دا په دې دومره خبرې چې تا ولید زه دلته کې درس هم وویلې، نو څه و هغه داسې چې ته ټیچر آف د ایئر شي 2019 کې؟
زه فکر کوم چې دا د هر استاد هغه بیساره مینه ده د هواد سره د هواد بچو سره او د دغه بچو یو زیته رسول سره. نن له بده مرغه په افغانستان کې اگر چې د معلمې دندې ته ډیره توجه نکیږي خصوصا د زده کړو وزارت له خوا نه، ولې د هغې سره هم دغه معلمین د استادان هر ورځ سر د خوبه راپاڅیږي او په دې فکر کې چې زه نن زما په مکتب کې د وطن بچو ته څه شی ور زده کړم چې هغه نه بله ورځ یو شی جوړ شي. نو څنګه ته بیسټ ټیچر شوې په ایشیا کنټریز کې؟ دا خو زه فکر کوم چې زما د استادانو دعا او د هغې تر څنګ شخصي مطالعه ډیر زیات رول لري په دې کې، او په څنګ کې هغه شی ته چې د زده کړو وزارت توجه نه ده کړې هغه د معلمینو د ظرفیت ارتقا ده. متاسفانه چې داسې پروګرامونه او برنامې ډېرې کمې دي چې په هغې باندې دې کې کار وشي چې استاد څنګه وکولی شي لوړې زده کړې ترلاسه کړي، استاد ته څنګه نوي میتودولوژیانې ور زده کړلی شي، او استادان دې ته څنګه توجه راجلب کړي چې د مختلفو محصلینو سره او شاګردانو سره په یو صنف کې جداګانه رفتار وکړي. له بده مرغه تر ډېره حده پورې زموږ په صنفونو کې ټولو شاګردان ته په یوه سترګه کتل کیږي، په دې معنی چې فکر کیږي چې یاره لکه څنګه چې دا محصل تکړه دی دغسې دا بل محصل هم زده کوی شي دا نور هم زده کولی شي. حال دا چې داسې نه ده، تاسو کې تدریس نوي میتودونو ته وګورئ په هغې کې تاسو ته وایي چې په صنف کې مختلف ګروپونه جوړ کړئ او د هر ګروپ سره تاسې کار وکړئ تر څو د هر چا د هغه زده کړې او د اخیزې ظرفیت او کپاسیټي تاسو ته معلومه شي د هغې په اساس باندې د ته تاسو درس ورکوئ. ستاسو نه مخکې استاد مرزیان هم دلته وه او دیس هغې یعنی مکتب هغه د مکتب کوچنیان هغې سره درس وایي، او استاد چې امیر خان په دې یو فلم جوړ کړی و تارې زمین. بالکل بالکل واقعا اوس موږ که د ټولو شاګردانو نه خصوصا په دریم څلورم پنځم شپږم صنف کې دا توقع وکړو چې په عین طریقه دې دوی خپل برتریت وښیي دا امکان نه لري. کیدای شي یو شاګرد به په لیکلو کې ضعیف وي نه به شي بیانولی، ولې کله چې هغه صنف مخې ته ودرېږي ښه بیانوي. نو موږ باید دا په دې طریقه باندې امتحان ترې نه واخلو چې دا څومره زده کړي دي او څومره بااستعداده ده. له بده مرغه موږ دغه پخواني میتودونه تعقیبوو او دې کې یو تعداد استعدادونه زموږ نه مړه شي په مکاتبو کې پوهنتونونو کې. نو ډېره ضروري ده چې د لوړو زده کړو وزارت په دې باندې کار وکړي او استادانو ته دا ووایي چې دوی دې د هر محصل سره د یو کیس یا قضیې په صفت چلند وکړي چې دا یوه جدا قضیه ده او دې سره جدا باید برخورد وشي. زه مطمئن یم مانه وروسته چې استاد را روان دی هغه به د روان شناسۍ له نظره په دې باندې نظر ورکړي انشاءالله. یعنې مستا وویل ټول خلک پوه شي او زما خو ډېر د خوښې میلمه دی. ښه سلام نجیب جان، نقیب الله آریان هستم از ولایت بغلان. یک شعر درباره معلمین مهربان. نو دا زه تاسو ته چې تاسو معلم یاست او ټول لیدونکي څونه معلمین دي هغې ته تحفه ده. سید خدای دوی چې زو د فارسي صحیح دري صحیح ووایم. معلم ساربان علم و عشق است، معلم میزبان مهر و عشق است، معلم سایبان معرفت ها، خریدار دل بیدار عشق است. دیر زیاد هم مننه نقیب الله آریان، قربانتان تشکر. اوکی نیکسٹ. اوکی ښه، دلته هم بیا هم ډاکټر رویا مشتاق لیکلي. سلام ګرانې عزتمندې خورجانې، امید لرم چې روغ جوړې، صحت جامې مو پر تن وي، د لا بریاو په هیله کامیاب او سرلوړې اوسېږي او تل همداسې وځلیږي. د معلومین ورځ ټولو هیوادوالو ته په خاصه توګه تاسو ته ډېر مبارک شه، او قیجانه په خاصه توګه تاسو ته ډېر زیات مبارک شه. بیا هم ډاکټر رویا ډېره زیاته مننه. خیر اوسې، کور دې ودان. بیا هم ارمان لیکلی دی چې روز معلم ټولو هیوادوالو ته و خاص تاسو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. په احترام ډېره زیاته مننه، او زه تاسو ته په ډېر احترام باندې مبارکي وایم. او یقینا چې تاسو واستئ او ستاسو غونې ځوانان چې یقینا دغه مسلک ته راځي او دونه په عشق او دونه ډیډیکیشن سره ورته کار کوي، نو ما مخکې وویلې چې زموږ د خپل وطن امید نور هم زیاتیږي. او ستاسو غونې شخصیتونه دي چې هغه لا ځوانان دي وظیفې ته اسایي چې باید دلته راشي او کار وکړي. موږ واقعا ستاسو نه قیس ډېر زیات منندویو. ډېره مننه ستا د راتګ څخه، بریالی اوسېږي. نو د ما اخلو د مینې وروسته راستانه کېږو بنډار د نجیبې سره.
اور بیا شراغ لاس پر ونا بندار لنجبی سر او تاسو ولیدل چې تر دې دمه چې بندار کې مونږه دا د مالمینو چې کوم ورځ ټیچر ډے چې کوم منګل مانځو په دې کې د مکتب بیا د یونیورسيټي او اوس هم داسې یو معلم چې کنه تاسو سره مینه هم لري او هغه د خپل د دغه هنر چې هغه کم لري او دغه زده کړې چې هغه کم کړی هغه په هغې د لارې څنګه زمونږ استاد د ټولو هیوادوالو خدمت کوي ډېر په احترام سره استاد عظیمي صاحب ښه راغلاست سلامات اوسئ ما فکر کوه چې کوم بل څوک در وغوښتئ نه تاسو شاته مې وکتل ول بل څوک نه هیله کوم سلامات اوسئ زما سلامونه ونې کې لیدم ټولو هیوادوالو ته تقدیمي او زم له خپل اړخه د ښوونکي ورځ خپلو ټولو ښوونکو او د افغانستان ټولو هغو صادق او رښتینو استادانو ته چې له علم سره خیانت نه کوي له زده کوونکي سره جفا نه کوي او له وطن سره خیانت نه کوي ټولو هغو ترې مبارک ډیره زیاته مننه او تاسو ته هم ډیره ډیره مبارک وي ژوند دې وسه عظیمي صاحب دارته وایسته چې تاسو خپل ځکه چې تاسو دا چې تلویزیون ته هم وخت ورکوي ځکه چې ډیر خبرونه کوي راځي او خپل پرایویټ کلینیک هم لري نو بیا په غیزمن کې کانفرنسز هم لري سید خو بیا هم وخت داسې چې لاشي او کلاس یعنی او سټوډنټانو سره نو چې دې زیات خوږي واغه چې دې چې هغه په تلویزیون کې تاسو په لاس نه درځي یا په کلینیک کې په لاس نه درځي ولته شاګردانو سره تاسو والله اصلا خو استاد ما زه رسمي استاد يم یعنی زما رسمي دنده یا وظیفه په دولت کې د پانتون استاد ده خدای ته مونږ نور کارونه کوو سره هغه زموږ په اصلاح هغه یو دغه تفلو نه پښته سره هم سایه چوب شوین کاکا نجیب شما را برای قصه روان نکده مونجا دیر بخی خواه دا ما ته دیس کارا شو لکه تا چه واس مالیمی که تو باش مالیمی آه وشتو بای چوب شوین شوخی نکنین خواه زی کسی مونگ لمالیمی نو دا خبر دیر رو چو باش بچه ما ته تر ټولو ښه دنده یعنی ګوري ما ته ډېر ځله تاسو ډاکټر وایي که نه نورو ځای کې تاسو زما نیکه په ماښانه لګېږي جدي درته وایم په ماښانه لګېږي رښتیا وایي زه چې راغلم ما به همېشه نجیبي کولی چې ما ته ډاکټر ونه وایي زما په یاد دي سایکولوژیست یا ارواپوه هم ډېر خوند راکوي خو استاد چې کله راته ویل کېږي واقعا یعنی ښه حس راکوي یعنی دا له دې معلومېږي چې دغه دنده دغه نوم او دغه کار او دغه کوم چیرته چې زه استاد خطاب کېږم هغه خوندور ده ډېر ښه احساس راکوي او ډېر ښه دنده ما یو وخت کې پخوا له استادۍ نه بل چېرته کار کوو بیا زه ما داسې احساس کړی چې دلته لږ هغه خلک لږ مشران وو ډېر رانه مشران وو خدای دوی ژوندي لري مشران ما ډېر ځان نه ورسره راحت احساسولو بالاخره لاړم پوهنتون ته او ځوانانو سره مې ډېر ځان راحت احساس کړ هغوی سره هغوی ما ته زه هغوی ته په یو ډول یو بل ته انګېزه کېدلو او ځوانانو سره پاتې کېدل له ماشومانو سره له کوچنیانو سره پاتې کېدل د استاد په حیث دا ډېره خوږه هغه ده خوږه صحنه ده ډېر جالبه خوږه او وجه هم دغه وه سیده او اوس هم غواړم چې تاسو ته بیرته مریم مدینه او عایشه راشي او یو بله ښایسته ترانه استادانو ته وړاندې کړي که څنګه سیده نو این آمدن افرین بفرمایین اینجا عایشه جان مریم جان و مدینه جان بفرمایین اینجا بیاین جنگ نکنین کیک چپا نکنین که باز پیسیشان از پیشتان میگیرم این بچیم اینجا آفرین اوکی بسم الله الرحمن الرحیم ترانه معلم روز تو فرخنده بادا ز نور تو جهان تابنده بادا معلم روز تو فرخنده بادا ز نور تو جهان تابنده بادا تو خود سوزی ولی سوزی تو ما را تلاش کوششت ارزنده بادا تو خود سوزی ولی سازی تو ما را تلاش کوششت ارزنده بادا تو با اخلاق خوب و عشق الفت بنامت آبده های زنده بادا ادب آموختی این نون حالان به این ملک وطن باینده بادا معلم روز تو فرخنده بادا ز نور تو جهان تابنده بادا آفرین اینجا بین دا استاد تاسو ډالې ده خدای دې ګلونه ما هم تشکر او شما اینجا بین
شما اینجا بفرماین هر دویتان آفرین تو اینجا به اینجا بیا اینجا تو ما تو اینجا جای میشه مینا خو از کدام مکتب آمدی؟ من از مکتب توحید نور خصوصی آمدی. خو در کدام سمت هستی؟ من سمت پنج. خو کدام عالی برای بگو کدام استاد مورد پسند خودت است؟ کدام مضمون؟ استاد اول گفتم استاد فرخنده قدسی. اوکی و مضمون؟ انگلیسی. خو و شما؟ مدینه جان؟ اولتر از همه سلام بر شما، سلام به بینندگان تلویزیون آریانا. اسم مدینه هستم، معلم صنف ششم هستم، در مکتب توحید نور نمبر 3 درس میخوانم. خواه بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و مهربان، یک سلام به شما و به بیننده های گرامی تلویزیون آریانا تقدیم میکنم. عایشه هستم، معلم صنف پنجم. و مریم هستی؟ سیز؟ هستی یا نیستی؟ مریم نیستی؟ کیستی؟ عایشه. عایشه هستی. خب عایشه جان برای ما بگو که کدام چیز در وجود معلمین خوشت نمی آید؟ می خواهی که چیز کنی؟ وا راستی شاد نداریم، خیر دا این نمی شاد می گیدیم. خب سعید برای ما بگو که چی هست؟ خودت کدام چیز در وجود معلمین خوش نداری که قار میشه، خانگی زیاد میده، چی؟ مایک گاب بزن. خواه از خود خانگی که زیاد میتو رو میخوای که در وجود معلمین تغییر بده که زیاد خانگی کار نتا؟ نه. اوکی سیز. خواه طرف آشپزخانه بریم که یلدا جان اونجا منتظر است. خوراک خوش دارین؟ نه نان خوردن. بفرمایین برین پیش یلدا. برین یلدا. بله بیاییم. اینا آمدن، اینا باید یکم ذرا نان بخوره که باز ما پرسون کنیم که برین 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 دیگه. اوکی خو سایس عظیمی سیبری رضا تمنا نصادر تخت خا اخری دی اساس خونه زوانان نور هم زیاد کی چه پدی ډګر کی پدی مسلک کی کار وکي لري رضا تمنا نصادر تخت خا او لیدونکو دغه زمنګ د خوانه یو اډالی ودی معلمین ته چدونه زحمت باسي او ساسو نن دا خوښ ته چې دی تشویق احترام چې څومره وشي دومره خدای خا نو علي منګو د کیک خواته ولاړ شو کیک. اوکی کیک به ماته وکنه خو کی برای ما میگه که نان خوب بود یا نه؟ چی تو؟ استاد مرزیه را میخواییم که بیاین، شما هم بیاین بفرمایین. اوکی تینا این نبیاین، تینا هم بیاین، کلگی بیاین. سعید عظیمی سب مرمانی او دا هم تشکر استاد محترم از شما که زحمت کشیدین آمدین همچنان. و دخترای مقبول آمدن که بسیار ترانه خوب برای ما اجرا کردن. واقعا و کریدیت گوز تو یو دفینیتلی. خب کیک مایدا میکنین؟ از طرف من به استاد روزش مبارک باشه. تشکر، زنده باشین. ممنونم استاد. دخترا کات معلم دست. اوکی بگیرین بگیرین. اوکی بسم الله. بسیار دیر زیاد مننه. همیشه دی زمانگا وطن گل و گلزار و سیگی در طول سخه دیر زیاد مننه کم عظیمی سب ساو سخم ساو سخم ممنون تاسه نم مننه چه دا پروگرام نیواله و دوستادان و قدر و عزت تم تاس نم جندی واسه مننه دل دی افغانستان یک جا میگیم افغانستان زنده باد افغانستان.